رحمان رحیم. سلام به زیبایی گل، سلام به مهربانی انسان، سلام به اخلاق نیکوی همه کودک و نوجوان. سلام دوستای نازنین، امیدوارم که همه شما جور و صحتمند باشین. دوستای بسیار بسیار خوب و مهربانین، دوستای بسیار نازیم. انشالله که همگی تان برای لباس عافیت باشین، همیشه که صحت کامل داشته باشین. خداوند هزاران هزاران مرتبه شکرگزاری میکنم که باز هم برای فرصت داد تا یک بار دیگه یک روز دیگه در خدمت همه شما دوستای نازنین باشم. دوستای بسیار خوبم، خیلی زود خوش آمدین در برنامه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام دوستان، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت کل لگیتان که خوب باشین. خدا کنه کل لگیتان خوب و جور و شهر سلامت باشین. بله فولادی جان، چون قدمه یک جاکت میزنی رو بابا جان، امیدوار هستم که خوب باشین دوستان. بله دوستان های عزیزم، خدا کنه خیلی خوش آمدین. چون قدمه گپ میزنی فولادی؟ فولادی یک دقیقه چیه دقیقه؟ بله دوستان نازنین، خیلی خوش آمدین. خود من دوستکان در برنامه ما خوش آمدین. خدا کنه تا آخر برنامه قد ما باشین، ما از شما انرژی میگیریم. بله بفرمایید فولادی، اینا رو گپ بزن دیگه، بگو دیگه، بگو بر دوستان. سلام علیکی که بگو، سلام علیکی خونه کردین فولادی. اصلا نمونده که امروز مثلا یه سلام علیکی میکردیم، ما رو خویش نمونده کلی گپم از یادم رفت. از قدامه میتون بازم یک کارم میکنی، بازم یک کارم میکنی. چونی تو شدی فولادی؟ خافجه تان جایی شده که یادتان میره گناه مستک مره نمیمونیم. نه فولادی جان، یادت گپ نزنم، من دان دارم که گپ بزنم، مره نمیمونیم گپ بزنم. فولادی واقعا که کارت خوب نبود. خب موضوع برنامه تان چیستک؟ نه نه چه خرجلا دارم که گپ بزنم، دانم از گپ زدنش من نمیمانیم گپ بزنم. خیلی من چی کنم که گپ نزنم؟ فولادی فولادی یه عادت بدتا من فهمیده، متوجه شدی مریم؟ خب دیروز رفته بودیم خانهشان. خب گوش کن، وقتی رفتم امید تو مستقیم طرف دروازه آمدی، بگیم یه قبه پال بو پال نفتم رو بابا جان، بگیم بو پال که تو برای من چه خوردنی آوردی. میگه که هر رو بابا هر کسی میگه گپو چیز که میگه فولادی یک دقیقه اجازه بده فولادی از آدتای بدت بگم. این گپو بعد از بم نگو، با دوشکای ما رو مریم جان نگو. وقتی میفهمی بد است خب چرا انجام میتی؟ گوش کن مریم جان، دوستای نازنین رفته بودم خانهشان. خب یکی بگی من قمه پالکتو برام چه خوردنی آوردی. میگه هر کسی که در خانه ما میایه من اولی می کارو میکنم. خب چرا نمیدی رو بابا؟ بله. هر کسی که خانهشان بره اینا که ما میرفتم می کارو میکردم. بله. بله. من یک دقیقه چوب چوب برات بگویم، یک دقیقه چوب چوب این درست است؟ خب بسیار زود احساساتی میشین مقصد. خب اینا چوب چوب بگو دیگه. بله. بگو تو وقتی خانه ما اومده بودی باید برام خوردنی می آوردی. خب باید. خب چی میگه؟ دیگه تو خانه ما اومده بودی، وقتی خانه ما اومدی خب باید یک چیز می آوردی دیگه، دست خالی خود نمی اومدی خانه ما. آفرین. چی میگه فولادی؟ داری میگم فولادی اصلا کارت خوب نیست. مریم گوش کن دیگه چه کار کرد. خب باز چی کار؟ اول خب موبایلش خیلی پر شارژ بود، گرفت که گیم و گیم و گیم بازی کرد. او که خلاص شد پیش تلویزیون. همه چی چند ساعت ما منتظر بودم که بیای قدیمه گپ بزنه. هیچ نه دیگه، هیچ یه عادت بعدش هم کم از کجا شده. ببین یک سوال دارم. خب تو بابا جان یک سوال سوال بابا فولادی فولادی چی میکردم؟ فولادی جان سوال که فولادی یک دقیقه شب کردم رو بابا جان. وقتی که خانه فولادیشان رفته بودی خواست به دیدن کی رفته بودی؟ به دیدن فولادی رفته بودم. خیلی چقدر مادرم شش تو قیزو قشنگ کردی، قیزو رفتی کمک کردی. به خاطر من نشدی؟ به خاطر تو هیچ متوجه من نبودی. نبودم؟ نه متوجه موبایل و کامپیوتر و تلویزیون و خب موبایل گیم می‌زدیم. تو نامدی؟ فولادی اصلا از توقع نداشتم که قسم کردی رو بابا جان برخورد کنی. سعی که خانه تو آمده و دیدن تو آمده آمده که احوالت بپرسه، آمده که تو رو ببینه. تو میدونی چی کار کردی؟ حتی وقتی که من از تو توقع نداشتم. فولادی یک دقیقه لطفا یک دقیقه صبر کن. من از تو توقع نداشتم. توقعات فولادی همیشه زیاد. من رو بابا جان از خانه کشیده باشو. چی میگی فولادی؟ توقع نداشتم. توقع نداشتم. فولادی همیشه از دیگرها توقعات کارای خوبه داره. ولی خودش نفته ورق تام نفته. نه ما متوجه هستیم. فولادی جان. بله. یک دقیقه فولادی. اصلا کارت خوب نیست. خب مثلا تو رفتی با ورو بابا جان بایکش پاریدی که برای من چی آوردی؟ اگه ما می آمدم دست خالی می آمدم. من خوردنی آورده بودم مریم جان، هیچ نگذاشت که او را برش بتم. خب خودش نبودی؟ نگذاشت. خب تو نذاشتی دیگه.
یعنی دم خوردنی آوردی؟ بله که آورده بودم، بله که آورده بودم. تو قار ما آوردی، من ندادم، گفتم میز به قصه من. خب چون ندادم، من اول میدونی که کاری نمیکرد. خب قبل از اینکه من به تو میز شروع کرده پالیدن. ببین فول دیجا من هم جان هاشا پدر ما میام کار میکنم دیگه. ها عادت بد دیگه پدر خودم من شاولا پدر خودم میگم تو میکنم. بله پدر حتما با دم خوردنی بیاره پیسه بتا چی داشته باشه چی نداشته باشه باید بتا. فولودی اصلا عادتات خوب نیست، این عادتات کلش بد هستن فولودی. دیگه در گپ ما پریدی یه عادت بد دیگه. بله امروز گپ زدن هم نگذاشته حتی نگذاشته ما با دوستای خود سلام علیکی کنیم. خوش سلام کسی سلام میدادیم دیگه. خوش شما منو گپ زدن نمونده. اصلا تو چرا قد ما یک جای گپ میزدی؟ اصلا چرا در سر گپ ما پریدی؟ اصلا گپ ما رو گوش نمیکنی؟ گپ شما رو گوش نمیکنی؟ یعنی که ما دوست نیستیم دیگه. خب من یه همچون اینی گوشم که از طرف توش، اینی گوشم که از طرف روبابا جان است. اما گوش نمیتونی دیگه، گپ خودم میگی. فولادی وای از دست تو، فولادی وای از دست تو. چرا؟ بخیم روز دیگه من رو امسیاره بخیم دیگه حال من خراب کردی. من بخیم ناراحت شدم. بخیم روبابا جان برای مریم جان یک گلاسه او بیار. من چرا اصلا نیاز نیست تشکر. عصبانیش کردی؟ عصبانیش کردی دیگه؟ تو عصبانی؟ از سرگپای من میپری قدمه یک جای گپ میزنی. من سرگپای فولادی پریدم؟ دوستا که عزیز شما شاهد بودیم مگه شاهد نبودیم؟ خوبه که دوستای ما حاضر هستن میبینن که من سر گپات پردم یا تو جنگ نکنیم با هم دیگه تا چوب باش فولادی جان. من هرگز جنگ که یاد ندارم وای جنگ نمی کنیم سکر فولادی جان. دوستا که عزیزم امروز روز یک شنبه ایستک جاد جاد خوش آمدین در برنامه ما. خب بگو دیگه فولادی وای از دست تو وای. دوست اینو زنی؟ فولادی یک دقیقه دوستی بسیار خوبه کم یخ شده جوز. امروز ما آیتم مهارت های زندگی داریم با آیتم شکوفه ها. هم یخ شده کالای گرم امروز میخواییم که بله قبل از اینکه بر دوست خود موضوع برنامه را بگوییم اما خوب است که با هم دیگه بریم یک کارتون ببینیم درست بله، است؟ بله مریم جان با دوستای نازنین یک کارتون ببینیم و دوباره برمیگردیم. کارتون با ما باشین. فولادی بله دوستای نازنین کارتون رو با هم دیدیم و خدا کنه که خوشتان آمده باشه. زیاد کارتونی خوبش بود. خدا بله فولادی جان. دوستای ما کارتونی خوشش آمده باشه. بله خب دوستای نازنین مریم جان ما بله. میخواییم که امروز در مورد ترک عادتهای بد صحبت کنیم که متاسفانه بعضی از دوستای ما بعضی هایشان عادتهای بد یاد گرفتن و چه خوب است که بفهمن از چه راههایی میتونیم که ما عادتهای بد چکار کنیم ترک کنیم و در عادتهای خوب تبدیلشان کنیم. بله بسیار خوب میشه. بله دوستی نازنین و فولادی جان گوش میگیری گپای مرا؟ فولادی مریم جان صحبت بله. فولادی جان بله قبل از اینکه بریم طرف ترک عادت‌های بد می‌خوایم که برای تو و دوستای ما درباره عادت چی است برشان معلومات بله. بده. خوب است؟ خوب است مریم جان عزیز معلومات بده که روبابا جان متوجه شه و دیگه سرگپای ما نپره پیشپرکی نکنه. آه بله. پیشپرکی نیست فولادی جان پیشپزکی پیشپزکی درست بله پیشپرکی دیگه نکو بگو مریم پزکی اصلا دیگه گپ ما در گوش فولادی نمیرم. دوستای نازنین میگه عادت چیست؟ خوب است که اول درباره عادت بفهمیم. بله مریم. میگه عادت همه عاملی است که برای ما اجازه را میده یا امکانی را میده که اولین بار وقتی که ما یک کار انجام بدیم برای ما سخت است، مشکل است انجام دادن او کار. مشکل است، اما برای مرور زمان اما کاری که ما انجام بدیم برای ما آسان و آسان‌تر میشه انجام کار ما. یعنی که عادت چیزی است که ما اول کار خیلی با سختی انجام بدیم. اما با مرور زمان برای ما فرصتی میده آسان میشه تا او کار انجام بدیم خیلی با بسیار آسانی و این گفته میشه عادت. عادت مثل یگان تا که مثل فولادی البته نی دیگه فولادی جان ما که خوب فولادی است فولادی بد نیست اما نمیفهمم که چرا دی روزه قسم پیش بزکی میکنه و کار خیلی عجیب غریبی میکنه. انشالله که این عادتای بد خودت ترک کنه. بله مریم جان بله فولادی جان دوستای نازنین چی کار کنیم؟ از چه راه های استفاده کنیم تا بتانیم این عادت های بد خودم ترک کنیم؟ بعضی ها باید خیلی خوب متوجه باشن فولادی جان بله خوب گوش بگیر تا بفهمی درست است؟ من خوب گوش میگیرم بله دوستای نازنین مریم جان من میفهم که بس یا یگان تو باید خوب
گوش بگیرن، نه مریم جان؟ آه یکان تو باید خوب گوش بگیرن. بله رو باید جان، یکان تو باید خوب صحیح باید گوش بگیرن. من خب میفهمیم مریم جان، اما فولادی دوستای نازنین، ما در اول باید کوشش کنیم تا دلیل ای به این عادت های بد خود پیدا کنیم. مثلا این بعضی هایی که من خیلی در وسط گپ آدم میپرن، بله. از کجا این کار یاد گرفتن؟ چه چیزی باعث شده تا این کار یاد بگیرن؟ شاید یک وقتی میخواست گپ را بزنه که دو نفر در حال صحبت کردن بوده و تا ای که گپشان خلاص شده او گپ یادشان رفته. شاید از همونجا یاد گرفته که همیشه هر وقتی گپشان یادشان آمد همون را بگم، بدون از این که صبر داشته باشد تا گپ دیگر را تمام شود، تا این که مثلا در یک نتیجه برسند زود که در گپ خود گفته. این باعث شده تا همیشه عادت کنن که در بین گپ دیگر را بپره. شاید هم اینطور بوده باشند دیگر. بله البته خودم میگم. بله خودم میگم. یکی از راههایی که ما میتونیم عادتهای بد خود را ترک کنیم فول دیجانی است که زمانی که ما شاید در خانه یا در بیرون یا روی حولی بعضی چیزایی باشه که عادت بد کردن ما را خیلی زیاد فعال کنه، یعنی که عادتایی که بد که ما داریم او را فعال کنه و ما دوباره بریم کار انجام بدیم. شاید بعضی وقتایی باشه زیادترش کنه؟ بله زیادترش کنه دیگه فولادی. بله رو بابا جان لطفا چیغ نزن. درست است فولادی. امروز از بس که پیشبزگی کردی، از بس که گپ زدی بخی گپ مرا یادم بردی فولادی. عادتش شده مریم جان، عادت بدش. سعی کن دوستای ما شاید متوجه باشه که من هر دفعه گپ میزنم یک چیزی میگه گپ من یادم میره. خب مریم جان بگو من میشنوم. رو بابا جان زیاد گپ نزن. گوش بگی خب. دوستای نازنین، شاید بعضی چیزایی باشه در خانه ما، در محیط ما که عادت بد ما رو فعال نگه داره. پس خوب است که ما همیشه محیط اطراف خود، بله. خانه خود همیشه جمع نگاه کنیم تا اینکه عادت بد ما کمتر شه و از بین بره. بله رای بسیار خوبی است. دوستای نازنین ما، چیزایی که باعث میشه ما را به او عادت بد دوباره بکشانه، سعی کنیم که او چیزا را از خود دور کنیم. بله. و مریم جان، مریم جان، دوستای نازنین، و همچنان سعی کنیم عادت جابجا کردن عادت خوب را یاد بگیریم. مثلا چطوری؟ اگر دوستای ما که خیلی عادت دارن که پای تلویزیون بشینن و همه برنامه ها و سریال ها را پشت سر هم نگاه کنن تا آخر که ببینن همه زمانشان صرف شده، هیچ کاری انجام ندادن کار خوبی، پس میتونن که به جای که مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت پیش تلویزیون بشینن، اینو ترتیب بندی کنن و یک کتاب بخونن، یک صفحه از کتاب بخونن، یک کار خوب انجام بدن، با مادر جانشان کمک کنن، با پدر جان، خواهر، برادر، اگه اونا رو گپی یا کاری دارن که به او تحویل میده، فولادی خیلی متوجه اصلا نیست، ایره کار انجام بده تا ای که جایگزین او رفتار یا عادت بد شوه. بله ما هر چقدر که باییم اصلا متوجه نیستم. ببین رو بابا جان، فولادی خوب متوجه نیکی اکنش عادت ما شده بوده؟ تازه متوجه شده که عادت پیدا کرده بوده رو بابا جان؟ بله چیزی نه، ولی همجور خودت میگفتی ببین فولاد یک دقیقه شبر کمه در جایم بشینو. بله دوست این نزنین، بریم دیگه با هم دیگه یک کارتون ببینیم. ما با فولادی جان درباره عادتاش گپ میزنیم، درست است؟ بله از کارتون با ما باشین دوستا. دوست این نزنین، کارتون رو با هم میبینیم و تو وقت ما با فولادی گپ بزنیم. فولادی؟ بله. خب دوستای نازنین، باز هم خیلی زیاد خوش آمدین و تشکر از اینکه در لحظات با ما بودین. بله دوستای نازنین، ما در وقت میان برنامه با فولادی جان گپ زدیم. بله. که این کارهایی که میکنه کارش عادتهای بد است. فولادی جان فکر کنم که فهمیده که این عادتهای بد است. فولادی جان اما تو نیست؟ بله مریم جان. وای فولادی متوجه شدم که این کلن کارا کلش عادتم شده. خیر از فولادی جان گپ ندارم، ولی خب فامیدی راه حل داره، میتونی که دوباره عادتهای خوب یاد بگیری. چه کسی میام یادتار از خود دور کنم؟ خب مریم جان راست میگم، چه کسی باید دورش کنم؟ خب از برد بگویم فولادی جان، ما بسیار مشتاق هستم که بگویم. خب مریم جان خیلی زیاد خوشحال شدم که فولادی جان فامید. بله. فولادی جان، به خاطر اینکه عادت ها رو که ما داریم، عادت های بعدی که داریم، خب خیلی سخت است که ما یک دفعه ای را تبدیل به عادت خوب کنیم. بله سخت است. درست است؟ پس ما میتونیم که آرام شروع کنیم، یعنی که آهسته آهسته. بله آهسته باید شروع کنیم. فرض مثال فولادی جان، یا شاید یکان تو از دوستای دیگه ما، شاید اونا مثلا زیاد گیم بزنن یا زیاد مثلا تلویزیون زیاد سعی کنن، اونا میت
میتونه که به مرور زمان یک روز کمتر از دیگر روز سعی کنه. خب؟ مثلا اگر روز دو ساعت تو گیم میزنیم، میتونه که صبح 1.5 ساعت گیم بزنی، دیگر روزش 1 ساعت گیم بزنی. یعنی که امو کاری که انجام میدی به ترتیب کم کم وقتش کم کم کو تو اینکه عادتت کم کم از بین بره و گم شوه از تو. خب بله. کم کم انجامش بده. بله کم کم باید انجامش بده. یعنی رو بابا جان عادتای خدا یک جا گم کنم؟ بله و چه سوال خوبی. بله، حتی شاید دوستای داخل خانه هم یه سوال در پیششون آمده باشه که ما چطور میتونیم اگر خدای نکرده چند عادت داریم چطور ترک کنیم؟ نه، ما فقط شروع کنیم از ترک یک عادت بد. درسته فلیدی؟ بله. مثلا آفرین، چه خوب دنبال قضیه رو گرفته فلیدی تا بتونه که خوب حل کنه. بله. مثلا عادت داره فلیدی جان مالک و فامیده که عادت بد شده ای که در بین گپ مردم زود چی میپره و اجازه نمیده که گپ کسی خلاص شوه. سعی کن که گپ خود یادداشت کنی اگر گپت یادت میره. درست است؟ خوب. بله، گپ خدا یادداشت کنی و زمانی که گپ دیگر را خلاص شد، دو نفری که با هم صحبت میکنن ممکن دو دوستت باشه، مادرت باشه با یکی از دوستایت، یا حتی مادر جان و مثلا خاله جانت باشه، کسایی باشه که دو نفر با هم دیگه صحبت میکنن، حتی در جمع دوستایت نشستی اونا در حال صحبت کردن هستن و تو دفعتاً یک چیز یادت میاد، پس سعی کن که او را یادداشت کنی و زمانی که گپ اونا خلاص شد بتونی گپ خودت بگی. بله، مثل آلی که این تحمل کردم. آفرین، دقیقا دوستای ما متوجه شد که زمانی که من گپ میزدم فلادی جان همون تو ساکت بود تا ای که گپای من خلاص شد. خب چه متعیدی شد و خیلی من میتونم. دقیقا تو میتونی فلادی. بله فلادی جان. بله فلادی قند. بله من یم جان. فلادی جان بله، همیشه وقتی که میخوایی که گپ تا بزنی اول با اون که دیگرها گپ تا بزنه گوش کنی. خب آه من یم تو متعیدی شدم. بله وقتی رسید بلوزو باز گپ بزن. درست از مریم جان. بله، یکی از راهکار دیگه ایش که میتونیم عادت خود را ترک کنیم این است که بر خود ما پاداش بتیم، هدیه بتیم، توفه بتیم. آفرین فولی دی جان، زمانی که ما بر خود ما هدیه میتیم یا بر ما پاداش میتیم، مغز ما انگیزه میگیره، ذهن ما انگیزه میگیره. بله انگیزه میگیره که ما کار خوب بیشتر انجام بتیم، کارهایی که مثلا عادتهای بدی داریم او را کم کم از بین ببریم و بخی از وجود ما خلاصش کنیم. مثلا چقدر میتونیم بر خود توفه بگیریم؟ حتی یک قلم بر خود ما توفه میگیریم، یا بر خود ما مثلا چادر میگیریم. فرض مثال من بر خود چادر بگیرم، فرض مثال تو بخوای برای توپ میگیری، توپه لباس میگیری. بله. پس این کارا بر تو کمک میکنه که عادتای بد خودت کم کم کمتر کنی. فلیدی جان یقشم، یعنی خودم رو تشویق میکنم. بله خودم رو تشویق کنی. بله بله توجه شدو. بله فلیدی جان، و حتی زمانی که مثلا تونستی یک عادت خوب رو یاد بگیری و عادت بدت رو ترک کنی، او رو برای یکی از دوستایت بگو. تو که نام خدا دوست زیاد داری، یعنی تعریف کنم روزایی که برای خوب کردی به نارنجی جان. بله به نارنجی جان بگو که مثلا من عادت بد داشتم و حال چیکار کردم؟ اون رو ترک کردم و من تونستم عادت بد ترک کرده و یک کار خوب یاد بگیرم. این باعث میشه که دوست تو رو تشویق بکنه، آفرین بگه و تو دوست داشتنی تر شوی. بله. من سر از امروز شروع میکنم، باز میرم به نارنجی کوچ قشن میکنم. بسیار خوب. بله فولی. بله. جان و دیگه ای که هیچ وقت این عادتای بدی که داری رو اصلا دیگه انجام ندی، باید ترکش کنی دیگه فلیدی جان. ترکش میکنم مریم جان، کلی کم کم ترک میکنم. بله میتونی که جایگزینش عادتای بسیار خوبه کنی، کارهای خوبی انجام بدی. بله چشم. بله دوست این نظرین مفاهمید درباره ای که عادت چی است و عادت های بد چی هستن و همچنین که ما چگونه میتونیم که عادت های بد خود رو باید ترک کنیم. واقعا مسئله خیلی مهمه بود. بله بله، شاید بعضی ها نمیفهمید که کار که من انجام میدیم عادت بد است. دوست این مفاهمیدن که عادت خودش چی است، عاملی هستی که وقتی که ما اول کار انجام بدیم برای ما خیلی سخت است، اما اگه اول همیشه انجام بدیم، زیاد انجام بدیم، برای ما آسان و آسان تر میشه. بله دقیقاً. و دوستا یاد ما نروه که آیتم شگوفه ها هم داریم. شگوفه ها؟ بله دوستای ما درباره آیتم شکوفه ها خو معلومات دارن، اما فعلا نمیگیم برشان که کی کدام دوستای ما برای ما عکس فرستادن. خب است که با هم یک کارتون ببینیم دوستا. بله موافق هستیم دوستای نازنین، با هم یک کارتون میبینیم و دوباره برمیگردیم. با ما باشین دوستا. با ما باشین.